محترم امام علی رحمان در دهه خوشکت دهات عینی نوحیه عینی کارخانه پرنده پروری مرغ سلطان را مورد بهره برداری قرار دادند. این زمان در کارخانه 16250 سرمرغ آلمانی پرورش کرده می شود. موافق دورنما در یک ماه استحصال 480000 دانه تخم به نقشه گرفته شده است. در کارخانه شروع از نظارت حرارت هوا تا جمع آوری تخم و تامین خوراک پرنده به طور اتوماتیک توسط موثرترین دستگاه و تجهیزات صحاوی که از آلمان دسترس کرده شده است انجام داده می شود. تکنولوژی موثری صحاوی و فراهم آوردن شرایط سازگار امکانیت می دهد که مرغ‌ها در 120 روزگی با تخم کنی آغاز نمایند. مورد ذکر است که کارخانه پرنده پروری مرغ سلطان در منطقه زرافشان اولین کارخانه استحصال محصولات پرهیزی بوده موافق با طلبات زمان بنیاد کرده شده است. این زمان در کارخانه پرنده پروری 16 نفر ساکن محلی با جای کار تامین کرده شدند. کارخانه پرنده پروری مرغ سلطان نیز با استفاده از امتیازها که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان فراهم آورده شده است با سهم صاحبکار وطنی شرف سلطان از نوعی با استفاده سپریدن انشاءات به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اطلاع داده شد که در مرحله دوم برای پرورش 50000 سرمرغ و تاسیس 45 جای نوی کاری کارخانه بنیاد کرده می شود. همزمان بنیاد 10 حوض ماهی پروری در شفاف کارخانه در نظر داشته شده است که در آن ماهی های زن، گل ماهی و شیر ماهی پرورش می‌یابد. در این حوض تا 60000 ماهی پرورش کرده شده برای 15 نفر جای کار فراهم آورده می‌شود. در زمان صاحب استقلالی توجه و دستگیری و عملی سازی امتیازها بر رشد بخش خصوصی زمینه گذاشت. نتیجه همین است که امروزها در شهر و ناحیه های مملکت با سهم صاحبکاران وطنی در یک جایگی با شریکان رشد کارگاه و کارخانه های استحصالی بنیاد شده با این وسیله ساکنان محلی نیز با جای کار تامین می‌گردند. موافق دورنما بعد تطبیق پوره لایحه کارخانه امکان پیدا میکند که در برابر ناحیه عینی همزمان دیگر شهر و ناحیه های ولایت را با محصولات پرهیزی خودی تامین سازد. در دایره دستور سپارش های پیشوای موازن ملت ما صاحبکاران تصمیم گرفتیم که برای تامین امنیت آزادخواری کشور که یکی از هدف های اساسی در سیاست پیشگیری جمهوری تاجیکستان به حساب می رود گذاری نموده فرم مرغی چوبدهنده تشکیل نمودیم. در آینده نیت داریم که در محله دویم اهالی را پر با تخمی محلی تامین نماییم. در برابر دسترس نمودن دستگاه و تجهیزات صحاوی همزمان راه و اصول های معاصر پرورش بر راه مانده شده است که این امکان می دهد محصولات استحصال شونده کارخانه نو بنیاد با محصولات استحصال شرکت های وطنی و خارجی رقابت پذیر گردد. زمین شناسایی با امکانات های کارخانه نو بنیاد سرور دولت محترم امام علی رحمان تاکید نمودند که حکومت مملکت برای بنیاد کارگاه و کارخانه های استحصال محصولات پرهیزی و رشد صحه پرنده پروری و ماهی پروری شرایط لازمه را فراهم آورده است. در این راستا تنها مسئولیت بلند و حس وطن دوستی و خویشتن شناسی می تواند در سمت به دست آمدن موفقیت های بلند زمینه گذارد.